یک ابزار واقعا قدرتمند دیگه توی جدول داده ویلوک آپ نام داره که مخففیه برای جستجوی عمودی. این فرمول برای پیدا کردن اطلاعات خاصی به کار میره که توی یک ستون جدول داده قرار داره. بنابراین به طور عمودی جستجو میکنه. فرمول مشابه دیگه ای که میتونه برای جستجو توی ستون ها استفاده بشه اما به طور افقی دنبال داده ها میگرده اچ آپ نام داره این فرمول برای مجموعه داده های بزرگ خیلی مفیده که شما فقط میخواید اطلاعات مشخصی رو ببینید. مثلا توی یک مجموعه داده بزرگ از شرکت کنندگان یک مراسم شما ممکنه فقط بخواید که اسم اونها و محدودیت های قضایی احتمالی اونها رو استخراج کنید. برای ساده نگه داشتن چیزها اجازه بدید از یک مجموعه داده خیلی ساده استفاده کنیم و دقیقا همین کار را انجام بدیم. این مجموعه داده رو تو پایین این صفحه پیدا کنید، اون رو باز کنید و یک کپی ازش بسازید که بتونید روش کار بکنید. چند ستون حرکت کنید و دو ستون جدید درست کنید و اسم اونها رو اسم و محدودیت های غذایی بگذارید. روی اولین خونه زیر ستون جدیدتون که اسمش رو اسم گذاشتید کلیک کنید و علامت مساوی رو تایپ کنید و بعد روی اولین اسم توی داده های اولیه کلیک کنید و دکمه اینتر رو فشار بدید. این کار اسم ها رو از روی داده های اولیه توی ستون جدیدی که ساختیم کپی میکنه. این فرمول رو تا پایین کپی کنید. حالا یک کپی از لیست اسامی شرکت کننده ها داریم. حالا روی اولین خونه از ستون محدودیت های غذایی کلیک کنید و مساوی وی لوک آپ رو تایپ کنید. متوجه میشید که وی لوک آپ چیزهایی لازم داره که باید به اون اضافه کنیم. یک کلید واژه جستجو میخواد، یک دامنه میخواد و یک شاخص. و همینطور چیزی که کمی عجیبه و is sorted نامیده میشه. سرچ کی یک شناساگر یک تاست که شما میخواید دنبال اون بگردید. در مورد این مثال ما ستون اسمه. پس روی اولین خونه ستون اسم کلیک کنید. جایی که شما دنبال چیزی میگردید رنج نام داره. در این مورد همه خونه های شامل داده های اولیه دامنه جستجوی ما رو شامل میشن. پس یک ویرگول تایپ کنید و بعد موس رو بکشید تا همه داده های اولیه رو انتخاب کنید. ایندکس ستونیه که میخواید داده رو از روی اون بخونید. در مورد این مثال محدودیت های قضاییه که ششمین ستون ماست. پس یک ویرگول دیگه تایپ کنید و بعد عدد 6 رو وارد کنید. اصطلاح ای سورتت نشون میده که آیا داده که توی اون جستجو می کنید مرتب شده و سامان یافته است یا نه. نتیجه اون میتونه صادق یا کاذب باشه. صادق به معنای اینه که جور بودن تقریبی قابل قبوله. و کاذب به معنای اینه که نتیجه باید دقیقا با کلیدواژه جستجوی شما یکسان باشه. در این مورد اون رو کاذب قرار میدیم که همون تنظیم اولی است. پرانتز رو ببندید و اینتر رو فشار بدید. خواهید دید که ترجیحات غذایی سوزان در ستون محدودیت‌های غذایی ما کپی شده. شما میتونید فرمول رو تا پایین کپی کنید و یک فهرست از اسم و محدودیت های غذایی داشته باشید بدون اینکه هیچ داده دیگه این وسط رو شلوغ کرده باشه